سلام در ادامه بررسی بحران مالی یونان امروز میخوایم با هم سیاست های اقتصادی پیشرو یونان رو بررسی بکنیم و اول از همه میخوایم با هم شروع بکنیم با همون اولین اول سیاستی که از بررسی مکانیزم های حاکم بر اقتصاد این کشور به ذهنمون رسید یعنی سیاست های ریاضتی یا آستریتی که معنی اقتصادی اونها افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت برای جبران کسری بودجه و بعد کنترل بدهی ها و نرخ بهره و تشویق سرمایه گذاری بود برای اینکه ببینیم واقعا در یونان داره چه اتفاقی میفته میتونیم به آستریتی که این کشور در سال 2012 شروع کرد مراجعه کنیم این کشور قصد داشت که 3.3 و دهم بیلیون یورو مخارج خودش رو کاهش بده دقت بکنید که مخارج دولت ها عموما با تورم افزایش پیدا میکنه و وقتی که شما دارید مخارج رو کاهش میدید یعنی دیگه خیلی دارید مخارج رو کاهش میدید چون حتی ثابت نگه داشتن اونها هم کار سختی هست این 3 و بیلیون یورو قرار بود با اخراج 15 هزار کارمند دولت و کاهش حداقل دستمزد به 22 درصد کمتر از اون مقداری که الان هست بنابراین حداقل دستمزد کارگرها کاهش پیدا کرد و همچنین از طرف دیگه مالیات در این کشور افزایش پیدا کرد و مثلا مال... مالیات دارایی های همون پراپرتی ها به سه برابر افزایش پیدا کرد که عدد بسیار بسیار بالایی هست پس این یک احساسی نسبت به اون چیزی که واقعا داره به عنوان آستریتی از اون یاد میشه به شما میده این که مزایای آستریتی چی هست از این مکانیزم هایی که با هم بررسی کردیم در ویدیو قبل مشخص هست و اصل اونها کنترل کسری بودجه بود جبود. اما آستریتی در عین این, این ظاهر مثبت خودش اشکالات اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار, بسیار بسیار بزرگی داره و برای این کار بهتر که اول بریم وضعیت تولید ناخالص داخلی در اقتصاد یونان رو بررسی بکنیم این نموداری که من اینجا آوردم رشد اقتصادی یونان هست این نقطه سال 2005 هست و این نقطه سال 2009 هست و این نقطه سال 2010 و به همین ترتیب اینجا سال 2011 میبینید که رشد اقتصادی یونان بعد از سال 2008 منفی شده و این کشور در یک رکود اقتصادی قرار داشت وقتی که شما سیاست اقتصادی آستریتی رو اعمال می کنید یعنی مخارج دولت رو کم می کنید یا مالیات رو زیاد می کنید به این معنی که درآمد قابل تصرف مردم رو عملا دارید کاهش میدید عملا دارید مصرف رو در جامعه کاهش میدید چون نه دولت دیگه خرید میکنه از خیلی از تولید کننده ها و نه مردم انقدر پول دارن که خرید بکنند و مثلا اخراج 15 هزار کارمند دولت معنیش مصرف کمتر توسط اون 15 هزار خانوار هست وقتی که مصرف کاهش پیدا میکنه اتفاقی که رخ میده این هست که تولید در جامعه کاهش پیدا میکنه چون دیگه برای اون مازاد تولید خریدار و مصرف کننده ای وجود نداره و بنابراین در تعادل تولید کاهش پیدا خواهد کرد و برای یک اقتصادی که در رکود قرار داره این حرکت به منزله یک زهر محسوب میشه چون میتونه رکود رو تشدید بکنه و همینجوری که در این شکل میتونید ببینید رشد اقتصادی یونان حتی بیشتر از منفی 6 درصد کاهش پیدا کرد. و وقتی که تولید کاهش پیدا میکنه دو اتفاق دیگه هم رخ میده. اول از همه این که مالیات ها هم کاهش پیدا میکنن چون مالیات یک ذریبی از تولید کشور هست و بنابراین در این نقطه با اینکه شما سعی کردید با افزایش مالیات کسری بودجه رو جبران بکنید عملا دوباره دارید مالیات رو کاهش میدید و از طرف دیگه بیکاری در کشور افزایش پیدا میکنه چون با کاهش تولید یک یک عده از نیروی کار دیگه عملا الان کار نمیکنن و بنابراین بیکاری افزایش پیدا میکنه چیزی که در این نمودار هم مشخص هست این نرخ بیکاری در اقتصاد یونان هست اینجا سال 2012 اینجا 2011 10 9 و همینطور میبینید که نرخ بیکاری در سال 2009 کمتر از 10 درصد بوده و در سال 2012 به بیشتر از 20 درصد حدود 23 درصد افزایش پیدا کرده که بسیار بسیار عدد خطرناکی است. و از همه دردناکتر این هست که به گزارش مجله اکونومیست تا ابتدای سال 2012 از 470 هزار یونانی که شغل خودشون را از دست داده بودن هیچ کدوم اونها در بخش دولتی نبودند و عملا این سیاست های که دولت یونان اعمال کرده بود فقط و فقط تولید بخش خصوصی رو اومده بود کاهش داده بود و اونها مجبور شده بودن کارگرهای خودشون رو اخراج بکنن و 470 هزار نفر از بخش خصوصی شغل خودشون رو از دست داده بودن که میتونید ببینید این عدد عدد بسیار بسیار بزرگ و دردناکی هست اما این مشکلات اقتصادی که پدید میاد تنها مشکلاتی نیستن که بعد از سیاست های ریاضتی پدید میان و خیلی وقتها این مسائل اقتصادی طبعات سیاسی و اجتماعی خیلی خیلی جدی برای یک جامعه پدید میارن در مورد یونان این تبعات واقعا دردناک بوده به طور مثال تعداد بی های این کشور 25 درصد افزایش پیدا کرده و سن بی هاش به شدت کاهش پیدا کرده به این معنی که جوان های زیادی هستند که الان بی خانمان هستند از طرف دیگه این 470 هزار نفری که شغل خودشون رو از دست دادن جرم و جنایت رو در یونان افزایش دادن به نحوی که در آتن به شدت این مقدار افزایش پیدا کرده و به صنعت توریسم این کشور هم ضربه بیشتری وارد کرده از طرف دیگه به غیر از این تبعات اجتماعی تبعات سیاسی هم برای دولت ها وجود داره وقتی که شما کارمندهاتون هاتون رو اخراج کنید وقتی که تعداد زیادی از افراد شغل خودشون رو از دست میدن وقتی که مالیات رو سه برابر میکنید شورش های اجتماعی فراوانی رخ میده اتفاقی که در یونان هم بسیار رخ داده در مدت اخیر و بعد از سال 1970 اینها بزرگترین شورش های کارگری هست که در یونان داره رخ میده و دولت این کشور رو در شرایط بسیار بسیار بدی قرار میده احزاب سیاسی بسیار تلاش میکنند که این سیاست ها رو اعمال نکنند به این دلیل که میدونن با اعمال این سیاست ها این شورش های اجتماعی باعث میشه که اونها دفعه بعد احتمال رأی آوردن حزبشون رو کاهش بدن یک مشکل اجتماعی خیلی بزرگ دیگه هم که در یونان پدید اومده این هست که نرخ بیکاری در این کشور 23 درصده اما افرادی که تجربه بیشتری دارن سن بالاتری دارن به دلیل توانایی و شبکه هایی که بیشتر دارن خب نرخ بیکاریشون پایین و نرخ بیکاری جوون در یونان الان حدود 47 درصده که عدد بسیار بسیار خطرناکه شما فقط تصور بکنید یک یه یهزه در یک کشور 47 درصد افراد 16 تا 25 سال شغل نداشته باشن و این چقدر میتونه برای این کشور دردسر درست بکنه خب سوالی که ممکن الان بپرسید این هست که پس چرا بانک مرکزی اروپا و کشورهای اروپایی که قرار بود پشت کشورهای حوزه پولی یورو باشن به داد اقتصاد یونان نمیرسن تا مجبور نباشه این سیاست ها رو اعمال بکنه و پاسخ این هست که اتفاقا در سال 2010 اقتصاد اروپا یک کمک 110 بیلیون یورویی به دولت یونان کرد تا کسری بودجه این کشور کنترل بشه به این کمک ها در اقتصاد اصطلاحا میگن بیل اوت و بعد هم در سال 2012 یک کمک 130 بیلیون یورویی دیگه به اقتصاد یونان صورت گرفت اما شرطی که کشورهای اروپایی و خصوصا آلمان با قدرتی که در حوزه پولی یورو داره اعمال کرد برای این کمک ها این بود که یونان هم سیاست های آستریتی رو پیش بگیره و منطقی هم که برای این کار داشتیم بود که حالا که من دارم از پولی که از مردم خودم و از مالیات مردم خودم میگیرم به تو کمک میکنم تو هم باید کمی سختی بکشی مخارجت رو کم بکنی و مالیاتت رو افزایش بدی خب سوالی که ممکنه بپرسید این هست که آیا اقتصاددانان جهان و اروپا نمیدونن که آستریتی این طبعات بسیار جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو برای یونان در پی خواهد داشت که اون رو مجبور کردند که در ازای این کمک ها سیاست آستریتی رو در پیش بگیره. پاسخ این هست که اتفاقا به احتمال خوبی این رو میدونن. همینطوری که این آقایی که من اینجا عکسش رو آوردم، آقای پل کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2008، بارها و بارها گفته آستریتی این مشکلات رو در اقتصاد یونان حدید خواهد آورد و راه حل نجات این کشور الان این نیست و کاری که باید الان در این کشور کرد این هست که اقتصاد این کشور رو اتفاقا به مصرف بیشتر سرمایه گذاری بیشتر تشویق کرد و بعد از اینکه اقتصاد این کشور بعد از پنج سال ده سال به شرایط عادی برگشت اون وقت کشورهای اروپایی بیان و یونان رو مجبور بکنن که سیاست های آستریتی در پیش بگیره مالیاتش رو زیاد بکنه و هزینه های دولت رو مدیریت بکنه پس چرا کشورهای اروپایی مجبور میکنن یونان رو که سیاست ریاضتی در پیش رو بگیره پاسخ این سوال ورای علم اقتصاد قرار داره و به نظر من بهترین پاسخ به این سوال رو تا الان در بین پاسخهایی که من خوندم فرید زکریا در گزارش اخیر خودش داده که بعد از سفر به اروپای خودش اشاره کرده بود که آنجلا مرکل مرکل و هم قطاران اروپایی او میدونن که دولت یونان از نظر بهین سازی مخارج دولت و سیستم مالیاتی بسیار بسیار بد عمل کرده و اگر امروز که اقتصاد این کشور در یک وضعیت بحرانی قرار داده این کشور حاضر نباشه که کمی درد بکشه و کمی سیستم مالیاتی خودش رو بهبود ببخشه و مخارج خودش رو کم بکنه هیچ وقت دیگر اروپا این قدرت رو روی اقتصاد یونان نخواهد داشت که این کشور رو مجبور به این کار بکنه و بنابراین اگر امروز که روز بعد یونان هست ما کمک بکنیم که این کشور مصرفش افزایش پیدا بکنه در روزهای خوب قطعا مصرفش بیشتر از این هم افزایش پیدا خواهد کرد. این پاسخ یک پاسخی است که در اقتصاد سیاسی مطرح میشه و دیگه در علم اقتصاد کلان مطرح نمیشه و یکی از مشکلات سیستم های دموکراتیک رو هم مطرح میکنه اینها حرفهای آقای زکریا هست چون دولت های بعدی یونان برای رأی آوردن خودشون همه این انگیزه رو دارن که این قول های کاهش مصرفی که ممکنه الان برای آینده به آلمان بدن رو بشکنن و مصرف خودشون رو مجددا افزایش بدن و این سوالیه که آقای زکریا هم مطرح کرده که آیا مشکل اقتصاد یونان از دموکراسی ناشی میشه؟